طالبان مراسم مذهبی عاشورا را در غرب کابل برهم زدند. ارتش پاکستان فرمانده تحریک طالبان پاکستانی مستقر در افغانستان عامل حمله به پایگاه ارتش است. بلومبرگ ایتالیا و اسپانیا امکان بازگشایی سفارتخانه های خود در کابل را بررسی می کنند و همچنان در پایان دروازه های خوشحالی برای افغان ها دهان باز کرد. مشروع خبرها باشندگان غرب کابل روز سه شنبه گفتند جنگجویان طالبان مراسم عاشورا را در منطقه گولایی مهتاب قلعه برهم زدند. شرکت کنندگان مراسم عاشورا به افغانستان انترنشنال میگویند افراد طالبان عزاداران عاشورا را لتکو و متفرق کردند و دسته های سینه زنی را برهم زدند. بر اساس ویدیویی که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته مردم در کوچه ها پراگنده شدند. قطع شبکه های مخابراتی در کابل همزمان با برگزاری مراسم عاشورا. منابع در کابل گفتند که طالبان تمام شبکه های مخابراتی را در پایتخت قطع کرده است. منابع گفتند که جنگجویان طالبان به بهانه تامین امنیت تمام جاده های غرب کابل را نیز مسدود کرده است. منابع گفتند شبکه های مخابراتی از صبح روز سه شنبه در کابل قطع شده است. منابع گفتند طالبان ضمن قطع شبکه های مخابراتی تردد باشندگان غرب کابل را نیز ممنوع کرده است. طبق اظهارات منابع جنگجویان طالبان در غرب کابل حضور گسترده دارند. طالبان در سالهای گذشته نیز به مناسبت روز عاشورا شبکه های مخابراتی را در برخی شهرهای افغانستان قطع کرده بود. طالبان به صورت رسمی درباره قطع شبکه های مخابراتی و اینترنتی چیزی نگفتند. ارتش پاکستان فرمانده تحریک طالبان پاکستان مستقر در افغانستان عامل حمله به پایگاه ارتش است. ارتش پاکستان تایید کرد که بر اثر حمله نیروهای حافظ گل بهادر فرمانده تحریک طالبان پاکستان در خیبر پختونخوا 8 سرباز کشته شدند. ارتش پاکستان گفته گروه حافظ بهادر در افغانستان مستقر است و ارتش در برابر تهدیدات ناشی از افغانستان اقدام لازم را انجام خواهد داد. ارتش پاکستان در اطلاعیه نوشت که ده مهاجم مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستانی بامداد روز دوشنبه به قرارگاه نظامی بنو در خیبر پختونخوا حمله کردند. به گفته ارتش مهاجمان موتر مملو از مواد انفجاری خود را در برابر این پایگاه نظامی منفجر کردند. ارتش پاکستان گفت که محافظان قرارگاه در پی انفجار موتر بم و فروریزی دیوار جان باختند. ایتالیا و اسپانیا امکان بازگشایی سفارتخانه های خود در کابل را بررسی می کند. رسانه بلومبرگ به نقل از منابع گزارش داد ایتالیا و اسپانیا امکان بازگشایی سفارت های خود در کابل را بررسی می کند. بلومبرگ نوشت برخی کشورهای اروپایی در حال بررسی اقدام مشابهی‌اند، اما مقام های فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی این موضوع را رد کرده است. طالبان در مورد هم چیزی نمی گویند. هاماج نیو در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد حمله جبهه آزادی در کابل سه طالب کشته و زخمی شدند. جبهه آزادی می‌گوید که شامگاه روز یکشنبه چریکی‌های این جبهه گزمه سیار وزارت داخلی گروه طالبان را در سایه تپه کارتی نو شهر کابل هدف قرار دادند که در نتیجه آن دو طالب کشته و یک طالب دیگر زخم برداشته است. طالبان در مورد گزارشات جبهه آزادی و جبهه مقاومت همیشه خاموشی اختیار کردند. سازمان ملل متحد به تبعیض جنسیتی طالبان تن داد. نشست دو روزه سازمان ملل با نمایندگان دولت‌ها در امور افغانستان و هیئت طالبان که در دوحه برگزار شده بود بدون حضور زنان پایان یافت. این سازمان به یک نشست حاشیه‌ای برای زنان و نمایندگان جامعه مدنی بسنده کرد. نه زنان در نشست دو روزه با طالبان حضور داشتند و نه طالبان در نشست با زنان. از دو ماه به این سو که تاریخ و محلی نشست تعیین شده است، نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از افغانستان برای حضور زنان در این نشست دادخواهی کردند. دامنه این دادخواهی به کشورهای مختلف جهان کشید و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و شخصیت‌های برجسته از زنان نامدار و سیاستمدار گرفته تا فعالان اجتماعی با این دادخواهی همصدا شدند. اما دادخواهان دو خواست اصلی داشتند. نخست این که زنان باید نقش و جایگاه فعالی در این نشست داشته باشند و دوم حقوق بشر و نقش زنان باید شامل آجندای نشست دوحه باشد. اما در آن طرف مسئله گروه طالبان قرار گرفته بود. در دو ماه گذشته هیئت‌های از اتحادیه اروپا، کنفرانس اسلامی و نمایندگان سازمان ملل متحد به کابل رفتند و با رهبران طالبان مذاکره کردند. در این مدت طالبان دو پیشنهاد را مطرح کرد. نخست این که امارت اسلامی طالبان باید به عنوان یگانه نماینده و هیئت افغانستان قبول شده و مشارکت اصلی را بر عهده گیرد. دوم این که هیئت امارت اسلامی طالبان به هیچ صورت بر موضوع حقوق بشر و حقوق زنان در این نشست صحبت نخواهد کرد. در این میان 56مین مجمع عمومی شورای حقوق بشر در ژنو هم برگزار شد. این نشست پیام روشن و نگرانی عمیق خود را در باب وضعیت زنان ابراز کرد. جاد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور افغانستان گزارش تکان دهنده در باب وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان ارائه و مصادیق آپارتاید جنسیتی را در باب اوضاع رقابت‌بار زنان افغانستان مطرح کرد.
این گزارش که بازتاب گسترده یافت، طالبان را عامل اصلی تعمیل مصادیق آپارتاید جنسیتی و مسابقه جنایت علیه بشریت نانست. در حاشیه مجمع شورای حقوق بشر سه نشست حاشیه‌ای در ژنو را اندازی شد که فعالان حقوق بشری زنان از کشورهای مختلف حمایت خود را از زنان افغانستان مطرح کرده و از جامعه جهانی خواستند آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسد. از سوی دیگر نهاد معتبر جهانی چون دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و گروه کاری مبارزه علیه تبعیض زنان از سازمان ملل مصرانه خواستند تا در نشست دوحه زنان و جامعه مدنی را نادیده نگیرند. اما با وجود این کارزار گسترده جهانی، سازمان ملل متحد پیشرفت‌های طالبان را پذیرفت و زنان را در نشست دوحه را نداد. همچنین مبحث حقوق بشر و نقش زنان را با مباحث مانند کاهش مواد مخدر، گسترش بازار خصوصی و هماهنگی افغانستان با ساختارهای بین‌المللی تعویض کرد. این رویکرد سبب انزجار جمعی فعالان حقوق زن و جامعه حقوق بشر از روند دوحه شده است. دلیلگران در رسانه‌ها و پژوهشگران در مقاله های خود این عملکرد سازمان ملل متحد را برخلاف موازین حقوق بشر بین‌المللی، به ویژه منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشری دانستند. در نتیجه فشارهای گسترده ملی و بین‌المللی، رزمد کالو، معاون دبیرکل سازمان ملل که مسئولیت اصلی نشست را بر عهده داشت، تصمیم گرفت تا با نمایندگان زنان و جامعه مدنی در روز سوم یعنی پس از نشست رسمی دیدار کند. شمار زیاد از نهادهای مدنی و زنان برجسته نشست را تحریم کردند و حاضر به شرکت در آن نشدند. اما این نشست به گونه‌ای نمادین برگزار شد تا میزبانان نشست دوحه بهانه برای رعایت حقوق زنان را در باب واکنش‌ها داشته باشد و از سوی هم در گزارش‌هایی که بعداً به شورای امنیت ارائه می‌دهند، راهی برای گریز دیپلماتیک فراهم کنند. اما در این نشست هیچ نماینده از طالبان حضور نداشت تا صدا و نگرانی‌های زنان را بشنود. واقعیت تلخ این است که صدای دردناک زنان افغانستان در این نشست به گوش طالبان از یک سو و نمایندگان ویژه دولت‌های زیردخل در امور افغانستان رسانده نشد. در واقع طالبان به وزارت نشان دادند که زنان افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند. دردناک‌تر این که سازمان ملل متحد به این خواست طالبان تن داد. در مفاهیم حقوق بشری، تبعیض علیه زنان به معنای تمایز جنسیتی زنان و تأخیر آنان به عنوان جنس دوم تعبیر شده است. عملکرد طالبان در برابر زنان زشت‌تر از این است. طالبان زنان را به سرنوشت دردناک می‌کشاند که آنجا کرامت انسانی ناپیدا است. این گروه با نقض روشمند ساختاری زنان را از جامعه حذف کردند. اما یک واقعیت تلخ دیگر در نشست و نقش سازمان ملل متحد بین عنوان بزرگترین نهاد حامی حقوق بشر در جهان بود، چنان که بالاتر گفته شد تبعیض جنسیتی یک روش ساختارمند علیه یک جنس و در وضعیت افغانستان علیه زنان است. روش ساختارمند به این معنا که زنان از سیاست، حقوق، اقتصاد و فرهنگ به حاشیه کشانده شوند. این همان رفتاری است که سازمان ملل متحد در نشست و با زنان افغانستان کرد. اگر یک سو طالبان حقوق آسیب پذیرترین گروه بزرگ اجتماعی جامعه افغانستان نادیده گرفت و آن را زیر پا گذاشت، از سوی دیگر سازمان ملل متحد به عنوان هماهنگ کننده و میزبان نشست به خواست طالبان صحه گذاشت. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهایمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.